به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه برنگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان، سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاچاقچیان، آدم کشان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، بی پدر و مادران، پفیوزان، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، سرداران سپاه تشتکی، آخوندهای کوسه و ریشدار، از آیت الله تا طلبه چلقوز، سه تا طویله به نامهای خبرگان و تشخیص و شورا، سه قوه به نامهای قضاییه، مجریه و مقننه، دولت، رئیس جمهور، اینها در یک موضوع با همدیگه مشترکند، همشون دزدن. دزدی اسلامی. برای اجرای این دزدی اسلامی بایستی اسلام نیاب محمدی رو پرستاری کنن، نگهش دارن. راهش چیه؟ برو تو کوچه سرت گل بزن بای حسین کشته شد. راهش چیه؟ روزه بگیر. راهش چیه؟ نماز جماعت بیا، پول بهت میدیم، ما نگه داریم، بتونیم بخوریم، بتونیم دزدی اسلامی بکنیم، بتونیم با حمایت الله دزدی کنیم، بتونیم با حمایت هم الله در عرش هم الله در فرش دزدی کنیم. الله زیرزمینی به نام امام زمان، الله آسمونی به نام الله. شما فکر میکنین اگه 5 میلیون نفرم بیان ادعای امام زمانی بکنن، هر 5 میلیون نفر رو میکشن؟ چرا؟ اگه امام زمان بمیره که اینا دیگه دکون ندارن سهم امام بگیرن. امام زمان اگه ظهور بکنه، دکون شیعه تعطیله. آخوند از کجا بخوره؟ از مسترهای خونهش؟ به نیابت امام زمان داره میگیره، حالا پول نفت میگیره، پول دوزیه میگیره، هر پولی هست میگیره. آغاز بعد ازش تقلید کرد. من مقلدم، من جای دوست و دشمن نشون میدم. من برای اینکه خدا واسم خانم بیاره، سرمو میذارم زمین، طعم و هوا میکنم، یه چیزایی میگم، نه خودم میفهمم نه خدا میفهمه. آخوند میره تو چا میخوره، میاد بالا، یه چیز عربی میگه، نشونه تو میده، میگه امام زمان گفته. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. شعری که دیروز راجع بهش صحبت کردم که در بین اشعاری که برام اومده، این یکی رو انتخاب کردم براتون بخونم. خوبی و بدیش به عهده گویندش که اسم ندارد. فکر میکنم اسمش چی باشه؟ نگاه بس دیگه، کار دیگهش نمیتونیم بکنیم. نگاه. خدایا کفر نمیگویم، پریشانم، چه میخواهی تو از جانم؟ مرا بیان که خود خواهم اسیر زندگی کردی. خداوندا
اگر روزی ز عرش خود به زیرایی لباس فقر پوشی، غرورت را برای تکنانی به زیر پای نامردان بیندازی، و شب آهسته و خسته تهی دست و زبان بسته به سوی خانه بازایی، زمین و آسمان را کفر میگویی یا نمیگویی؟ خداوندا، اگر در روز گرما خیز تابستان تنت بر سایه دیوار بکشایی، لبت بر کاسه مسی قیرندود بگذاری و قدری اون طرفتر امارتهای مرمرین بینی و اعصابت برای سکه این سو و آن سو در روان باشد، زمین و آسمان را کفر میگویی نمیگویی؟ خداوندا، اگر روزی بشر گردی و حال بندگانت ز حال بندگانت با خبر گردی، پشیمان میشوی از قصه خلقت، از این بودن، از این بدعت. خداوندا، تو مسئولی. خداوندا، تو میدانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است، چه رنجی میکشد آن کس که انسان است و از احساس سرشار است. درد دلشو گفته. آیا من شما میفهمیم؟ نه. این آقا تو توپه به من ایراد میگیره، یه ایمیل فرستاده. برای اینکه نگید همه ایمیل های تعریف رو میخونی، ایمیل این آقا رو چون فوش نداره میخونم براتون. بنده اهل ایرانم و معتقدم دولت فعلی ایران دارای اشکالات فراوانی در امور کشورداری است، و نیز این را می‌دانم که شما و امثال شما مخالف این حکومت هستید، و این یک امر طبیعی است که هر شخص یا هر دولت مخالفانی داشته باشد. یعنی 6 میلیون در رفتن مخالف، از اون 70 میلیون هم مثلا 65 میلیون مخالفن، الان میگه نیستن، و اونا که تو زندانن چی کارن؟ حالا به هر صورت من دارم میخونم. در شبکه های خارجی دو نفر را میشناسم با شیوه خاص خودشان به مخالفت دین و خدا میپردازند، یکی شما و دیگری آقای مشیری. درست میگی، حرف حق زدی. مردم همه آگاهند و به چرندیات و سفسطه های شما توجهی ندارند. اشتباه میکنی. دین یک امر جدایی ناپذیر در زندگی انسان هاست. نوش جانتون. البته اسلام واقعی آن نیست که در ایران میبینیم. کدومه؟ اونی که 1400 سال پیش تو عربستان بود؟ چقدر خوندی راجع به اینا؟ این را تردید ندارم که هیچ چیز در این دنیای فانی و مادی انسان را آرامش نمیدهد، اگر هم بدهد نسبی و موقتی است. انسان امروز بیش از هر زمانی به دین و معنویت نیاز دارد. معنویت و من معنیشو هنوز نفهمیدم. مبارزه شما از طریق ضدیت با دین جواب معکوس دارد، چون برنامه شما را دیدم. شما بیشتر روی دشمنی، کینه، بغض و یا شاید جهالت و تعصب سخن میگویید. آره، همه حرفا که میزنی درسته، ولی من میگم قرآن تو به زبونی بخون که بفهمی. من با جهالت، با بغض، با کینه است، با دشمنیه. این یک کلام حرف که دیگه دشمنی کینه توش نیست. قرآن تو که فکر میکنی الله داده محمد، محمدم داده عثمان تدوین کرده، عثمانم داده دست تو، اینه به فارسی بخون بفهمی. این دشمنیه با دینه. خب پس وقتی که دین تو باید یه چیزی فکری واسش بکنی، که اگه من بگم کتاب دینی تو بفهم، تو بگی این دشمنی با دینه. من با حکومت آخوندی کار ندارم. چرا؟ مرفهی اونجا، قربونت برم. من در مورد گفته های شما زیاد
تحقیق و تأسف تفحص کردم 99% دروغ است. این حرف آخوندیه. از این 99% 1%شو رو نوشته، رو دلیل بگو اینی که توی تو این کتاب خوندی این دروغه، اینو مال صحاح سته نیست، مال نهج البلاغه نیست، مال نهج الفصاحه نیست، مال اون یکی کافی، مال اصول کافی نیست. 99% دروغ است، حرف آخوندیه. ببین من خیلی راحت دارم حرفاتو میخونم، قاضیم مردمن، اونم که عقلم میرسه جوابتو میدم. خیلی متاسفم برای شما و آقای مشیری، از شما درد نکنه. اگر عرضه دارید با دکتر ملازاده مناظره کنید، شاید خود دکتر ملازاده نشته. میدونیم کی نوشته؟ نه آقا، محمد کاظم خانی. نه ملازاده ننوشته. تا مردم خودشان قضاوت کنند. و باز تکرار میکنم، اگر آقای مشیری و شما لیاقت دارید با آقای ملازاده، این یه دفعه گفتی، شما مسلمان ها مثل این که حالیتون نیست یه دفعه که حرف میزنن، نیست آخوند 1400 سال همون حرف رو تکرار کرده، شما هم دوست دارین تکرار کنین. همهش از دموکراسی کثیف خودتان حرف نزنید. آخرش خودشو نشون داد، دموکراسی کثیفه، دولا شدن کثیف نیست، سرزمین گذاشتن، تعهوا کردن کثیف نیست، نفهمیده یه دینی رو قبول کردن کثیف نیست. دموکراسی کثیفه. همه مردم دنیا کثیفن که راجع به دموکراسی حرف میزنن. اگر بازم بنویسی بازم میخونم. نه دعوایی داریم با هم دیگه، نه فوشکاری داریم. در اون ردیف باز، با سلام به خدمت آقای فاضلی عزیز، من علی هستم از ایران. میخواستم به شما بگم خودتو خسته نکن، چون ملت ایران از ریشه خرابه. این مثلا با یک آقای اونجوری طرف بوده، ملت رو از ریشه خراب دونسته. علی جون اینجوری نیستش، قربونت برم. مثلا میبینی تو خیابون یکی با یکی دعوا شده، همه ببخشید مثل گوسفند نگاه میکنن، یا مثلا مأمور به یکی گیر داده، کسی نیست اعتراض کنه که این آقا چه کاریه شما میکنید، یا مثلا یه چیزی گران میشه عوض این که هیچ کس نگیره، این اونو تشویق میکنه، میگه مثلا برو برنج بگی گرون شده، میرن گونی گونی برنج میگیرن، دولت هم میبینه ملت پخمه است، هر کاری دلش میخواد میکنه. این حرفا رو باید به کسی گفت که کمی بخار داشته باشه. به قول حسنی خر امام جمعه ارومیه که میگه جوانان شاه رفتن جبهه زیر تانک شهید شدن، ولی جوانان این رژیم به سرشون کتیرا میمالن، میرن خیام ول میچرخن. من نمیدونم معنیاش چیه. شما خیلی حرفای خوبی میزنیم، ولی به کی؟ من هر شب برنامه تون رو نگاه میکنم، امیدوارم که خدا به شما طول عمر عطا بکنه. شخصیتی های مثل شما خیلی کمه. با آرزوی موفقیت. برای اگر مثل تو فکر میکردم علی جان، خیلی وقت پیش این کار رو میذاشتم زمین. حافظ خیلی سال پیش گفت در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها می کند خار مغیلان، غم مخور. نه که براتون خوندم، و اولیش خیلی مسلمون با تربیتی بود. کم پیدا میشه مسلمون با تربیت. مسلمون منهای اون تیکهی که گفت 99%ش دروغه، سعی میکرد منطقی حرف بزنه. اون 99%ش دروغه حرف آخوندیه، حرف ملایی، حرف کسیست که دلیل و منطقی چیزی نداره، همینجوری فلهی حرف میزنه.
آدم های اصلا فوش میدن. از این از اینا که تازه ما اون وقتا میگفتیم شاششون کف کرده، گوشی رو ور میداره صداش هم میزه تو گلوش، یعنی من خیلی گردن کلفتم که من میخوام سرتو ببرم. ما اون وقتا بهش گفتیم دوی علی گلابی، حالا ما نمیدونم شما چی میگی. اینجا توی امریکا خیلی ها هستن به من فوش میدن ولی تلفنشون رو میبندن چون از من میترسن، چون میترسه از من تلفنشون میبنده فوش میده، چون میدونه اگه ردشو پیدا کنم منم اذیتش میکنم. هر وقتم یک کسی میخواد تهدید کنه بهش میگم خب حالا چجوری میخوای سر منو ببری، من کجا بیام؟ خفه خون میگیره گوشی رو میذاره زمین در میره. اینا مال کساییه که از مردن میترسن. حالا من که هم مردن نمیترسم، من که جونم رو گرفتم کف دستم میگم هر کاری میشه بشه، اون وقت فکر میکنی از اینکه دو نفر حرف منو نشنوان من خسته میشم؟ دیروز تو بحث گفتم خیلی از این ایرونی ها که خودشون دارن جر میدن برای فلسطینی ها، اسرائیل میگه آقا جون موشک زدی ما غیرت داریم اومدیم تلافی کنیم. تو ایران این کلمه مرده، هرچی تو سرشون میزنن سرشون رو پایین تر میارن. از اونجا ممکنه به من بگی اونجا نکسته میگی لنگش کن، نه همین جام که من نشستم کسی جرأت زدن این حرفا رو نداره، کسی جرأت نداره با من راه بره تو خیابون. شانسی زنده موندم، شانسی زنده موندم این حرفا رو بزنم. تا روز که آدم تو سری بخوره، یه روزی رئیس پلیس کنزینگتون منو صدا کرد، اسمش جیم بود، با هم رفیق بودیم، نهار میخوردیم با هم دیگه، سرهنگی بود. ما قرار گذاشته بودیم روز یه شنبه تشییع جنازه بیژن رو بکنیم. رئیس پلیس روز پنجشنبه منو صدا کرد، رفتیم اونجا و یه قهوه‌ام گذاشت جلومون و به من میگفت رضا، منم به اون میگفتم جیم. گفت رضا you have to call it off، رضا you have to call it off یعنی باید تعطیلش کنی. گفتم چی رو؟ گفت تشییع جنازه رو. گفتم تو داری من شوخی میکنی؟ گفت نه دستور اومده. گفتم به اربابت بگو من تشییع جنازه‌مو میکنم، به همه میگم یکی چوب با خودشون بیارن، شماها دعوا میخواین؟ حرفی نیست، دعوا میکنین. اگه میخوای تشییع جنازه انجام نشه من الان زندانی کن. رئیس پلیسی کنزینگتون بود. اونایی که تو انگلیس با پلیس کار کردن میدونن من چی دارم میگم. گفتم منو زندانی کن، چون چارجی نداشت منو زندانی کنه، قانون رو بدون همه کار میتونی بکنی. 300 تا پلیس گذاشت تو خیابون از تو کنزینگتون تا حدود 40 مایل که ما تشییع جنازه کردیم و ماشینای پلیس با ما اومد. خیلی ساده میتونستم بترسم بگم چشم آقای پلیس. شهردار کنزینگتون برداشت یه مقاله نوشت که ایرانی ها جنگ خودشون رو آوردن تو خیابونای کنزینگتون بعد از اینکه حکومت دینی اونجا بمبگذاری کرده بود، اومده بود یخ منو گرفته بود. وسط جلسه شهر بهش گفتم تو ریسیستی، تو نژاد پرستی، فرق ایرانی با انگلیسی چیه؟ حوار کشیدم سرش، آخرش چی میشد؟ با اندر سکرتری سر چیزم
تبعیتم که بخوام بگیرم گرفتاری داشتم، نخوردم، پیش بردم، ضررشم دادم، کلک انداختن، از انگلیس هم پرت و پلام کردن، زندگیم هم اونجا بین رفت، اما کارمو کردم. امروز پشیمون نیستم، از گرسنگی هم نمیمیرم، گور پدر همون چیزا که بین رفت. انسان یا آزادیش حفظ میکنه یا چیزهای دیگر رو. اینه که فکر نکنید به من بگید اون بالا نشستی میگی لنگش کن. دو تا حکم اعدام، دو تا فرار، 40 سال غربت، 2 تا بچه از دست دادم، ولی قرص و محکم نشستم حرفم میزنم. یه دفعه انسان به دنیا میاد، یه دفعه از دنیا میره. مردن یک باره، اگر بترسی هر ثانیه داری میمیری. این بچه های دانشجو ها که الان به حرکت اومدن، من یه وقتا میبینم چه جرعتی دارن. قشنگ میره اون بالا، نطقشو میکنه، حرفشو میزنه. خب ببین، من آدم شکاکیم، نمیخوام به اونا شک بیارم، اونا همشون خوبن. اگر یه چیزی بود این دانشجوهای سراسر کشور رو به همدیگه ربط میداد، یک مرتبه یک اعتصاب سرتاسری به وجود میمد. اگر همه دانشجوها در ایران، سرتاسر ایران اعتصاب بکنند، یه مرتبه کارگرای شرکت نفت هم میان دنبالشون، کارگرای شرکت گاز هم میان دنبالشون، راننده ها میان دنبالشون، آموزگارا میان دنبالشون. اون اعتصاب سراسریه که یهو وسطش یه لیدر سبز میشه، یه لیدر ملی سبز میشه و اون وقت مملکت به جای دیگه میره. فکرشو بکنید، فکرشو بکنید که اگر یه روزی همه دانشجوها با هم دیگه روابطی برقرار کنن، یک روز بگن که ما امروز اعتصاب میکنیم، ما این هفته اعتصاب میکنیم، ما در دانشگاهو میبندیم، آیا تو حاضری بری کمکشون کنی یا نه؟ یا اون روزم میترسی؟ آزادی هزینه داره، آزاد بودن هزینه داره. دیروز برای شما گفتم دشمنی من با دین، اصولا دین اسلام مثلا، اینی با هر دینی، برای اینی که میگه اینی که من میگم تو باید بکنی، نه اونی که تو فکر میکنی درسته. دین اینو بهت میگه، دین میگه یه نادیده یه جا نشسته دستور داده تو این کارا رو بکنی. من میگم اون نادیده رو قبول ندارم، من هرچی رو ببینم قبول دارم. اما چون آزاده هستم و آزاد فکر میکنم و به قول اون آقای مسلمون دموکراسی کثیف رو بهش اعتقاد دارم، میگم که من اینجوری فکر میکنم، نمیگم شما هم اینجوری فکر کنید. شما خودتون آدم عاقل و بالغی هستید، احتیاجی نداره کسی دیگه ای برای شماها تصمیم بگیره. بنابراین خودتون میتونید برای خودتون تصمیم بگیرید. با درود به آقای فاضلی، مقصود از ارسال این ایمیل گزارشی است از آثار تلاش ها و جانفشانی های شما در راه وطن. من جوان 27 ساله هستم، مدت 2 سال از برنامه شما را به دقت مشاهده می کنم. در شروع کار از روی کنجکاوی بیننده شما بودم
مادرم که خود فرد کتابخوانی است میگفت که این کمونیست ها همین طور هستند و خدا را قبول ندارند. کم کم او هم بیننده برنامه های شما شد. عمق اثر بخشی برنامه های شما در حدی بوده که رژیم با صرف هزینه های بسیار با دعوت از اساتید خودفروخته دانشگاه و همچنین آخوندهای مزدورش اقدام به ساخت برنامه هایی در مورد بررسی تاریخ اسلام نموده است. نکته مهم این است که در این برنامه ها کوچکترین اشارهی به شخص شما و دیگر خردورزان نمی شود. یکی از این برنامه ها هفته گذشته شنبه شب از شبکه اول سیما پخش شد. در طی آن برنامه مهمان مزدورشان که از اساتید دانشگاه هم بود بیان داشت که اساساً ایرانیان نمی توانستند با زور شمشیر مسلمان شوند. این استاد دانشگاه آدم کثیفیه. این از آخوند کثیف‌تره. چون آخوند لباس آخوندی پوشیده، شما میدونی این آدم مزوره، این آدم دروغگوه. این لباس استادی پوشیده و اگر استاد دانشگاه است واقعا حتما کتاب خونده و میدونه چه اتفاقاتی افتاده، اما چون کثیفه خودش رو، زبانش رو، همه چیزش رو میفروشه به پول که اون استادیش رو حفظ کنه و بتونه مردم دیگر رو مغزشویی بکنه و با آغوش باز اسلام آوردند. عقل سالم باور میکنه که بگه که مردم بیاید منو بکشید، به زن و بچه‌م تجاوز بکنید، بعد ببرید بفروشین، آغوش منم بازه برای شما. حالا این استاد دانشگاه خودشو فروخته. مردمی که میشنوند اونا مهمن. اونها یا با گوششون قضاوت میکنن و چشمشون، یا اینکه فکر میکنن که چطور میشه مردمی در یک سرزمین متمدنی به یه عده وحشی، عرب وحشی بودن، باور کنید وحشی بودند، برید کتابها رو بخونید ببینید تازیان وحشی بودند، شغلشون غارتگری بوده، شغلشون این بوده که با همدیگه حمله کنن، بکشن و زن همدیگه رو تصاحب بکنن. این کار رو محمد توسط الله پروانه بهش میده. کارشون غارتگری بوده، به غارتگری پروانه الهی میده و اونها میان این کار رو میکنند. تاریخ میگه در جاهای مختلف گروه های بیش از 40,000 نفری کشتند. این استاد دانشگاه کثیفه، چرکه. خلاصه این که آخوندها به هیچ وجه نتوانستند از افزایش روزافزون تعداد ایرانیانی که هر روز خردورز میشوند بکاهند، چون نمیتوانند جلوی ماهواره و اینترنت را بگیرند. برای شما آرزوی سلامتی و طول عمر میکنم از اصفهان. شما جای من بودید چه میکردید؟ چه راهی می رفتید؟ کجا می رفتید؟ چه نوع عکس العمل نشون می دادید؟ شما فرض کنید می خواهید یه چلو کبابی باز کنید که این چلو کبابی خیلی پر رونق بشه و اسمش توی مثلا هر کسی میرفت اصفهان شب میرفت تئاتر ارحام سعد رو هم میدید. ارحام سعد یه آدم موفقی بود. حالا شما میخواد یه چلو کبابی در تهران وا کنید که هر کی میاد تهران حتما یه سری هم به چلو کبابی شما بزنه. اگر کارتون به طوری بگیره که همیشه یه سری آدم اونجا وایسن، تو پاریس یه همچی جایی هست بهش میگن آنتروکوت. این آنتروکوت اولش روی شیشهش نوشته ما در هیچ کجا شعبه نداریم.
شما نمیتونی تلفن کنی، رزرو کنی. وقتی میری اونجا نزدیک اون هتل بزرگ، من میدونم توی اونو گراند آرمس، نزدیک نوی، نزدیک پوندونوی، این آنترکوت از ساعت 11 وا میکنه، 3 بعد از ظهر میبنده. بستگی به فصل داره، 6 یا 7 بعد از ظهر وا میکنه، 11 میبنده. هر وقت توی آفتاب، توی سایه، توی بارون، توی برف بری اونجا، یه صف واسده. یکی از جاذبه های پاریسه که مردمی که میان پاریس و خود پاریسیا و خود فرانسویا میرن اونجا آنترکوت میخورن. اونجا که میری میاد به شما میگه کم پخته میخوای، میون پخته میخوای یا خوب پخته میخوای. ازت نمیپرسه چی میخوری، شرابت هم میپرسه سفید میخوای یا قرمز. شراب هم مال خودشه، لیست هم دستت نمیده. نه، یه خاطره دارم اونجا با یکی از دوستانم که زیاد چیز نبود، رفتیم اونجا و اون رفیق ما تو آمریکا بزرگ شده بود، غذا رو که میخورد این گارسنر صدا کرد و گفت کچپ دارین شما؟ این اصلا نمیفهمید، چون این فرانسه نمیفهمید، اونم انگلیسی نمیفهمید، ولی لغت کچپ رو فهمید. یه خورده چپ چپ به این نگاه کرد و گفت مکدونالد لا. گفت مکدونالد اون بره خیابونه، تو عوضی اومدی، تو مکدونالد خوری، تو نمیفهمی این غذا چیه. حالا اگه شماها یه همچی رستورانی بخواید در ایران درست بکنید و به اون نتیجهی که میخواین برسین، اون صف رو ببینید هر روز، میایین جمعش کنین، یکی بیاد سرغفلی بهت بده بگه من اینقدر بهت میدم این دکونو ول کن بروم، ول میکنی؟ چون هدفی که داشتی به هدفت رسیدی. از این راحت تر من نمیتونستم. این خرد رو اومدم با چلو کباب مسئل زدم که راحت ملموس باشه برای هر شخصی. من شاهکار کارم همینه که زبون خودمون رو حرف میزنم. از آسمون حرف نمیزنم، از ناشناخته حرف نمیزنم، حرفای قلمبه سلمبه نمیزنم، حرفایی که جز خودم هیچکی نفهمه نمیزنم. نه، ما زبون خودمون رو حرف میزنیم. من اون صف رو دارم. این صف نه تنها با منه، هر کدومشون توی این نامه هایی که دارن می نویسن من می بینم. یه نفر میگه آقا من معذرت میخوام، من 2 سال کار میکنم، 6 نفر بیشتر نتونستم این بر خط بیارم. یه رفیقمون از مشهد میگه من تا حالا 35 نفر رو با خودم همراه کردم. یکی میگه من دعوا دارم با مردم، جواب همه رو دارم میدم. این کار دعوایی نیست. یارو به من میگه تو آدم نفهمی هستی، میخونم، عقیده اون آقاست. میگه تو سفسطه میکنی، میخونم، عقیده اون آقاست. میگه تو 99% حرفات دروغه، من به خودم خاطرم جمعه، میخونم. اما بیا به یه مسلمون بگو این حسین دروغه، تنها کاری که میکنه گردنتو میزنه. چرا؟ منطق دیگه ای نداره. آقای مسلمون تو برای حسین بی خودی گریه میکنی، خودت نمیدونی حسین کیه، برو حسین رو بشناس
بعد براش هر کاری دلت میخواد بکن، ولی تو ناشناخته فقط به دلیل اینکه آخونده گفته داری این کارا رو میکنی. مسلمونه با تو چیکار میکنه؟ کفر میگی، میری تو جهنم، به سیخ میکشنت، مار قاشیه میخورتت، از این مزخرفا جوابتو میده. بارها و بارها من گفتم حسین بر حق به دستور الله بلند شد رفت اونجا، 10,000 ملائکه اومدن کمکش کنن، گفت نه، الله گفته من بیام اینجا کشته بشه. شهید شد و بردنش بهشت، 30 قصر بهش دادن، تو هر قصری 70 میلیون خانومه. تو بهش خبر دیگه این نیستش که اونجا شیره، عسله، آبه و خانومه. قلمان هم هست با چیز، با این ابریقای مرصع میگردونن و هی بهت عرق میدن میگن بخور. اگه تو بری بهش تا آخر عمرت هی باید از دست اینا عرق بگیری بخوری، شراب بگیری بخوری. خبر دیگه مگه هست تو بهشت؟ امام حسین علیه السلام هم بردن اونجا، دارن ازش 1400 ساله اصلا از دست حوریا داره در میره دیگه. تو چی گریه میکنی؟ واسه اینکه حسین دستور الله رو رعایت کرد، کنار نهر فرات تشنه بود، مرد، غذا داشت یا نداشت؟ حالا شنیدی کسی راجع به غذای حسین صحبت بکنه؟ علی اصغر شیرخواره رو آورد دم در، گفت تیر بزنیم به این. علی اصغر که تشنهش نمیشه، شیر میخوره تشنهش نمیشه. ابوالفضل رفت آب بیاره، یه دستشو زدن مشکو پرت کرد با این دست گرفت، این دستشو زدن مشکو پرت کرد با دندون گرفت، بعد کشتنش. آخه ببین یه خود به عقلت مراجعه کن، سنگ نمیشی اگه فکر کنی، سنگ نمیشی. حق خیلی‌ها رو خوردن، ابوبکر و عمر پسران علی توی اون همون جنگ کشته شدن، هیچ کسی اسمی ازشون نمیاره. اما شریعتی مثل همین استاد خودفروخته میره یه دونه ضبط صوت میبنده زیر شکم شطور زینب، از کوفه تا شام زینب هرچی حرف میزنه توی این ضبط صوت ضبط میشه، شریعتی برنده رو پیاده میکنه مینویسه. به یزدان که گر ما آخرت داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. این حرفا رو که من میزنم دشمن دینم، این حرفا رو که من میزنم دشمن اسلامم، این حرفا رو که میزنم دشمن حکومت دزدا هستم. اگه آدم از حکومت دزدا بهره‌گیری نکنه که نمیاد از حکومت دزدا حمایت بکنه. سه تا سایت هست مجانی، توش کتاب مجانی، مفتی مفتی، پخته خور مفتی. رضا فاضلی پارس نقطه، بلاگ اسپات، بلاگ بی ال او جی، بلاگ اسپات .com. ام مثل مادر پهلوی، بلاگ اسپات .com. جهان دیده، همینجوری که میگم جهان دیده، بلاگ اسپات .com. برو مجانی بخون، چه تو ایران چه خارج از ایران، برو بخون. اما منم کتاب نخر، بذار این برنامه تعطیل بشه. من چیکار کنم با شما؟ اگه لقمه بگیرم دهنت بذارم میگی واسه من بجو؟
هر کی تلفن میکنه میگم آقا این کتابی که از من داری میخری $16 تو داری به برنامه کمک میکنی، $12 تو داری به برنامه کمک میکنی، $18 تو داری به برنامه کمک میکنی. دیگه از این رو راستر چجوری میشه معامله کرد؟ آقا تلفن میکنه، آقای فاضلی من رو بذار جای دو نفر ما به ما بهت میدم، دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم. دو ماه میده، ماه سوم کارش خراب میشه، نمیده. آقای فاضلی باید دست کنه از جیب خودش بده. بابت این سایت هایی که بهتون گفتم، اینا خرج داره. شما که از چیز میبینید، از اینترنت میبینید، فکر کنید روزی یه قهوه میخواید برید توی یه دونه اینترنت کافی بشینید بخورید، پول اون قهوه رو سر ماه بریزید به این حساب. هر چقدر زورتون میرسه کمک کنید، یا کتاب بخرید، بذارید شماها هم در این اشاعه خرد بین ایرانیان شریک باشید. اگرم براتون فرق نمی کنه دمتون گرم، گرفتاری ندارم باهاتون. جوانی هستم 24 ساله جویای خرد، با یک تلنگر از طرف شما، نگاهی نو به اسلام و تولدی دیگر دوباره متولد شدم. سال دوم راهنمایی بودم که معلم ریاضی یه روز به ما گفت یه روزی علم انقدر پیشرفت میکنه که با ریاضیات میتوان جای خدا را پیدا کرد. مطالبی را که نوشتم تفکرات بنده است که ممکن است همه آنها غلط باشد. ببین یه جوان چقدر قشنگ. خیلی مهمه که جوان میاد میگه این حرفایی که من میزنم ممکنه غلط باشه، اینا تفکرات منه. این خیلی به مقام بالایی رسیده که اینجوری فکر میکنه و الا میگه اینی که من میگم درسته، هیچ کسی هم بالای این حرف نزنه. این فرهنگ اسلامی از مغزش رفته بیرون، ولی با گسترش این بحث میتوان نتیجه بهتر پیدا کرد. آی فاضلی، تعداد آیات قرآن 6220 میباشد و 23 سال پیامبری او برابر 8395 روز می باشد که به طور میانگین هر یک روز و نیم با یا 18 ساعت یک آیه نازل می شده است. یعنی جبرئیل 18 ساعت را صرف از بالا به پایین آمدن و گفتن وحی و 18 ساعت را به طبقه هفت آسمان طی می کرده. هر 18 ساعت برابر با 468000 ثانیه است و بالاترین سرعت در نظر گرفته شده سرعت نور یعنی 300000 کیلومتر در ثانیه می باشد. پس با این وجود خداوند در فاصله 19 بیلیون و 440 میلیونی کیلومتری زمین قرار دارد. در اینجا دو مسئله وجود دارد. یکی آن که در این 23 سال جبرئیل در بالا و پایین آمدن با هیچ ستاره، شهاب سنگ یا چیز دیگری در آسمان برخورد نکرده. دومی که دقیقا در خود عربستان فرود می آمده و اشتباها در استرالیا یا سیبری فرود نیامده است. کلمه نیل یا ایل، من فکر کنم ایل باشه، اینجا نقطش شده همون ایل، خدای اساطیری در سرزمین‌های بابلی و کنعانی می باشد. در اخبار چنین آمده است که آسیه همسر فرعون و مریم خواهر موسی را در فردوس به نکاح رسول ما می دهند. این نکاح هم از اون حرف هاست. ببین معنیش رو پیدا کنین. معنیش به فارسی با لغت گاف شروع میشه. خیلی معنی کثیفی داره. هیچ وقت دختراتون رو به نکاح کسی ندید. خیلی لغت بدمعنیه، به درد فقط عربا میخوره، عربای تازیان. وقتی من میگم عربا، با عربای امروز کار ندارم،
با تازیان وحشی 1400 سال پیش صحبت میکنم. در حدیثی از پیامبر آمده که در بهشت مؤمن ازاله بکارت میکند، هزار باکره را در یک روز، یعنی در هر ثانیه، در هر یک ممیز 40 ثانیه یک حوری را از باکرگی در می آورد. روزی 1000 تا همش پایین تنه است. باور کنید امام حسین هم همین کارا رو داره میکنه. هر یه ثانیه و 40 دهم ثانیه یک ممیز 4 ثانیه یه باکره رو ترتیبش میده. 1400 ساله داره این کارو میکنه. دانشمندان میگویند مردم عادی روزانه فقط 10% از مغز خود استفاده میکنن، که این 10% صرف شکم و زیر شکم میشود. در پایان جمله بسیار زیبا و آموزنده از آقای شجاع‌الدین شفا که درک آن میتواند جوابگوی تمام سوالات خرافات ادیان باشد: اندیشه وجود قدرت‌های ناپیدا ولی نیرومند که بر روند زندگی بشر نظارت و حکومت می‌کنند، در طول زمان مایه پیدایش مذاهب مختلف اساطیری و بعداً توحیدی شده است. ما مثل این که یواش یواش در اینجا داریم سرما می‌خوریم. یه بار دیگه این گفته آقای شجاع‌الدین شفا رو براتون میگم. اندیشه وجود قدرت‌های ناپیدا ولی نیرومند که بر روند زندگی بشر نظارت و حکومت می‌کنند، در طول زمان مایه پیدایش مذاهب مختلف اساطیری و بعداً توحیدی شده‌اند. آقای فاضلی، از شما خواهش می‌کنم این جمله پرمعنی را همواره در برنامه‌های خود ذکر کنید. اینم دانشجو یا هنرآموز رشته ریاضیات حساب کرده که روزی 1000 باکره، روز چند ثانیه است، و تقسیم کرده به هم دیگه، دیده هر در هر یک ثانیه و 40 صدم ثانیه هر بهشتی باید یک ازاله بکارت بکنه، و اون روزی که محمد این حرفا رو زد، تازیان وحشی این حرفا سرشون نمیشد و ذوق کردن. امیدوارم که این یکی رو بتونم تا ته براتون بخونم که برنامه امروز رو جمع کنم. علت این که این ایمیل ها رو میخونم، شما رو با هموطنان توی ایرانتون که شما خودتون هستید در ارتباط میخوام بذارم. نمیخوام همه حرفا رو من بگم که بگین اون ور آب نشسته این حرفا رو میزنه. من حرفی ندارم بزنم. من میگم خودتون بخونید، خودتون نتیجه بگیرید، خودتون بفهمید. نمیگم نفهم هستید، میگم بیشتر بفهمید، به خردتون اضافه کنید. فرق نمیکنه که انسان 2 سالش باشه یا 90 سالش، هنوز خیلی چیزها رو نمیدونه. دیدم حیف نظر حسین رو درباره ایرانی ها نگم. خدمات ایشون به کسانی که براش عشق میریزن و سینه میزنن، راوی شیخ عباس قمی که آثار زیادی در حوزه دارد، از جمله مفاتیح الجنان. این مفاتیح الجنان یعنی کلیدهای بهشت. اینو باید من دارم اینجا، باید بیام با اونم کار بکنم یه مدتی. ما از تبار قریش هستیم، گفته حسین ابن علی است، و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانی ها هستند. روشن است که هر عربی از هر ایرانی بهتر و بالاتر و هر ایرانی از دشمنان ما هم بدتر است. ایرانی ها را باید دستگیر کرد، به مدینه آورد، زنانشان را به فروش رسانید، مردانشان را به بردگی و غلامی اعراب گماشت. حسین ابن علی امام سوم شیعیان، سفینه البحار و مدینه الاحکام و الاثار، حاج شیخ عباس قمی، صفحه 164. عین این نو من براتون خوندم. اما همین اتفاق هم افتاده. همه
ایرانی ها شدن نوکر حسین. اما رفتن حسن و حسین به عزیمت کشتار ایرانی جماعت، حسن ابن علی اولین بار در زمان خلیفه اول عمر به همراهی با عبدالله ابن عمر ابن خطاب و چند تن دیگر به حوالی آمل هجوم برده اند و دست به تاراج اموال مردم زده اند که مردم به باو پناه برده و از او کمک خواستند. باو سپس موفق می شود تا تازیان را از آن حدود براند. حسن ابن علی بار دیگر در زمان خلافت عثمان به همراهی برادرش حسین به طبرستان هجوم می آورد که شرح آن در زیر می آید. فتوح البلدان بلازری برگ 303. عثمان در سال 29 هجری سعید ابن عاص را والی کوفه کرد و عبدالله ابن عامر کریز را والی بصره. مرزبان طوس به این دو نفر نوشت و آنها را به خراسان دعوت کرد که هر کدام فاتح شدند مالک آنجا شناخته شوند. هر دو نفر حرکت کردند. عبدالله از او پیشی گرفت و سعید به سوی طبرستان رفت که آنجا را فتح کند و در سپاه او حسن و حسین هر دو بودند. مختصر البردان ابن فقیه برگ 152، تاریخ طبری جلد پنجم برگ 2116. مردم گیلان و طبرستان و دیلمستان در برابر هجوم سپاهیان اسلام پایداری و مقاومت کردند و در حقیقت اعراب مسلمان هیچگاه نتوانستند گیلان و طبرستان را تصرف نمایند. در زمان عثمان اعراب برای فتح طبرستان تلاش بسیار کردند و سعید ابن عاص به دستور عثمان به سوی طبرستان روانه شد. در این هجوم امام حسن و امام حسین فرزندان حضرت علی نیز با سعید ابن عاص همراه بودند. در کتاب زندگانی امام حسین زین العابدین رهنما توی ایران هم میتونید پیدا کنید، جلد دوم فصل سوم. در سال 30 هجری یعنی 7 سال پس از خلافتش عثمان آن فرمانده ماجراجوی عرب سعید ابن عاص را با نیروی تازه نفس از کوفه به سوی طبرستان فرستاد. دو فرزند علی امام حسن و امام حسین هم به سمت مجاهدان اسلامی که این جهاد برای خاندان مسلمان وظیفه و شعاری به شمار می آمد زیر دست این فرمانده اموی حرکت کردند. میگم اینا با هم دیگه بودن. اموی همون یزیدیانن، معاویه اموی بود، یزید اموی بود، ولی اینا با این فرمانده اموی اومدن و رفتن اونجا. این نیروی تازه نفس به حدود طبرستان رسید. نخستین دژ مستحکم و قلعه ناگوشیدنیان برخورد کرد و سعید ابن عاص دانست که تصرف این دژ ناممکن است. سعید هیئتی را به قلعه فرستاد، تقاضای صلح و تعدیه جزیه نمود. پس از گفتگوی بسیار اسپهبد قلعه برای جلوگیری از خونریزی پیشنهاد صلح او را پذیرفت به شرط اینکه نیروی تازیان به مردم قلعه و دفاع کنندگان این دژ آسیبی نرسانند. این شرط پذیرفته شد. اسپهبد نام برده دستور گشودن دروازه های کوه بهتر قلعه را داد. هنگام باز شدن دروازه بزرگ قلعه که چندین گز طول و عرضش بود با چپچبه و غاری آهسته آهسته روی پایه های قطور آهنی میچرخید باز شد و عرب ها به تماشای این ایستاده و حیرت زده بودند. سعید ابن عاص فرمانده عرب با تمام نیروی خود در درون قلعه آمد. مطابق نقشه‌ای که قبلاً طرح‌ریزی کرده بود دستور داد بیدرنگ نقاط بلند و سخت قلعه را اشغال کنند و نیروی ایران را خلع سلاح نمایند. فردای آن روز یکایک مدافعان قلعه را گرفت، بعضی را در زنجیر نگه داشت، بیشتر آنها را کشت. کشتاری بی‌رحمانه در قلعه انجام داد. امام حسن و امام حسین هم در رکابش بودن. خودتو جر بده، هر چقدر میخوای جر بده، به من مربوطی نیست. من فقط میگم به دنبال خرد برو. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بس